اگر یک ادیب یک سخنور خود کمک بگیریم که شعر بر ما انتخاب بکنه، هیچ ربطی نداره. بعضی هایی کار میکنن استاد، بله بعضی تصنیف هایی که میسازن، من گفتم خب مثلا چقدر از غزل، از حضرت حافظ، از مولانا انتخاب کنی؟ گفتم تصنیف هایی که میسازیم تصنیف کار داره که باید شعر نو برش ساخته شد. خود آقای اسیر از دوستای ما است، از 30 ساله رفیق ما است. بله بله. ای به فرانکفورت است، یال فخر و شعرا لقب گرفته. ایرم اینجا همیشه میگم محمد نسیم جان اسیر. ما یک افتخار مصاحبه هم رایشان در استودیو داشتیم. بله. و این آدم امی های بهار شوق گل امید چیره لالا این بر ساروان امی شعر امی ساخته، بسیار آنگاه دیگه مقبول دیگه هم ساخته. که مچیم که لازم باشه کدام شعر شه باز اگه باشه برتان میخون. من گفتم کمپوز کردین که نداشت شعر، برزی آدم تلفن کنین امی سلام مرم برش بگوین، بگوین امی تصنیف از بدون کدام اقوسی من، بدون که امی شعر برتان میسازه و برتان میده. نه بله، امی کار ما یقین دارم که میکنه. در حقیقت شما اون شعر خوبش میساز از اینکه خودتان یک چیز بسازین چتی پتی که مقصد دام قالب آهنگ به بزور یک شعر جای کنین در قالب یک کمپوز نمیشه و اونمو مؤثرات خود گم میکنه. اون کمپوز او رو که برش خودش موزیسین هم هست نگفتن هم بسیار خوب دلروا میزن. بله 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 میخوانم و اکتور هم هست، ما در درام هم کار کردیم امرایش یک جای. و یک آهنگ بشنوانیش، و آهنگ که بشنوانیش بگو اینی آهنگ است، تو بشنو باید یک شعر بساز. او باز که بشنو آهنگ برای برابر وزن از اون چیز برد شعر بساز. مخمه میشه آهنگایی که از یک خواه اکثر نه از یکان فیلم اندی کمپوز چی میکنم خوش میامد یکان سابق نه اما او رو میگفتمش که چیکو باز میرفتم خانشان به من چند هول بود داره. میرفتم در اون یک دلربا رو میکشم یک تویگ دلربا رو من برش میخواندم، این که میخواندم برش سوزی پیدا میشد میگفت چیه. امیالم از خود سویس تلفن میکنم برش که این اینی شعر به این وزن بساز برم میسازه. چونان کابل که رفتم برم گفت که این اینی شعر بر کابل خون، باز ای دل شوریده سر کن سخن کابل، دشت و دمن کابل، باغ و چمن کابل. و اونجا هم گفتم نامش هم یاد کردم، گفتم مرا وظیفه داده که ایره برای بخوانم اینه میره بیارتم. بله بله در مو اینترنیک از موضوع خارج نشیم بدر نه، فقط اگر باز هم از شما اجازه میخوایم یک توتی کوتاه یک از این کنسرت فرانکفورت پخش میکنیم. بسه. باز هم بگه پای خود دامه میدیم. خب یاره باز شما ببینین اول بله کدامش خوب است، زیر صلاحیت هم تام در نشرش داره. شما سلامت باشید. من انتخاب نمیکنم کدامش، هر کدامش انتام یک خواندن است. ما خواندیم امیر باید بگم که اگه مگس به نام قد بالا آثار به روان لیلا بله. امور نشر کنین. ایر بایجان یک کسی بود بله. که اکثرا استاد بیلتون شعرهای زیر میخوان و این آدم یک آدم بود که شعرش هم خودش میساخت و کمپوزشان خودش میکرد بله. و من یه آهنگ بسیار خوش دارم امیر نشر کنین که قد بالا آثار به روان لیلا ای از چی است؟ از بایی جان است و همیشه در کنسرت هایی رو میخوانم و ای بسیار یک برای من یک آهنگ بسیار فوق‌العاده خوب است، یک آهنگ کمپوز بسیار عالی شده که آدم در درون آهنگ که میدره میبینی که آدم با چه قدرت ساخته. کمپوزش از خود بایی جان است، شعرش هم از اموست کمپوز او رو هم ساخته. چی شعرش است که عجب در دبه سر نو بر آمد چپا کاکل، بخوانم مثل بلبل بل تو چم بسرا پای تو مثل رخت کابل. این تو آهنگای تیپیک وطنی نیست، بسیار مقبول بسیار بازی آهنگ از سالها من خوشم آمده بود با امرای خالد گپ زده میرید نغمه مغمه برش جور کردیره من خواندیم میره فقط همین یک آهنگ من خوش میکنم میره زنده باشه. یک شعر اسیس با ما اینجا خواندیم امیال در کلیم نیستم مگر در نام تخلص یاد کردیم بله. پرستوی قشنگ من کجایی چرا در آشیانی خود نیایی. این کمپوزش از استاد ننگله است و این شعرش آقای اسیر گفته. انشالله در یک فرصت که همونطور که لطف کردین شما اجازه دادین ما مکمل کنسرت پخش خواهد کردیم بله. ولی حالا همین پارچه که شما خودتان گفتین همین قد بالا را قد بالا اگه اجازه بتین همین را پخش قد بالا خوب چیز هم ولی آها بله توجه کنیم بیندای عزیز با ما باشین زود برمیگردیم.
صادقاً ای آهنگ زیبا و شنیدنی را ازش لذت بردیم. سپاسگزار از شما که چی چیزای تازه و نو هم در اختیار ما گذاشتین. اما یک سوال، پیشتر ما در رابطه و خاله جان زیاد صحبت کردیم، همه چیزایی گفتم هم خود شما یادآوری هایی کردین. خاله جان ارمانه در مورد افتخارات بزرگ کمایی کردن و همه به نام افغانستان عزیز ما تمام شده، همه اطلاع دارن در گیتار مقام اول در سطح جهانی، در نواختن گیتار به دست آوردن که تا امروز همه ما لذت میبریم از تنها یادآوریش. ولی ما میخواستم مشخص از خود شما بپرسم، اما لحظه که شما فهمیدین که خاله جان اول نمره شد دیگه، در سطح جهان بزرگترین گیتاریست، بهترین گیتاریست دنیا شناخته شد پس از گذشتاندن آزمون ها و مراحل بسیار سخت و شدیدی که وجود داره، هم با عنوان شاگرد و هم با عنوان پدر خالد جان، بله لطفا هم یه احساس کمون لحظه که بر شما دست دار در ما بگوین. همینطور است که کلانترین افتخار برای یک استاد نمیست که یک شاگردش میبینه که به درجه بالا میرسه. بله. و ما به این یقین هستم که همیشه باید شاگرد از استاد خود که کاملتر باشه، همیشه همین دور زمان است. اگه بگویم که نه شاگرد از استاد که قدر نفهمه، خب روز به روز پایان آمده میره. نه مثلا شاگرد خالد باید از خالد هم که خوبتر باشه، همچنان دور و آمدیم سر ازی که برای اول دفعه کشندین وقتی که به چکسلواکیا همین کمپیتیشن شد از 103 نفر بود. تمام سیدی ها رو ثبت کردن روان کردن پاریس. بله. بازی پاریس یک عدد 6 از قات کل از این 4 نفر خوش کرد که در جمله 4 نفر خالد آمد، از برزیل بود، از کجا بود. خالد مرا گفت که اینه من کاندید شدیم، بسیار زیاد خوش بود که من میرم. گفت آمادگی گرفتیم پناه به خدا. گفتیم خوب ما استاد سرمست شده بودیم. من گفتیم خود چی تو میشه؟ من گفتم خوب. گفت چی فکر میکنی؟ من گفتم بالا خب اول خب فکر نمیکنم، شاید دوم قدر شد. من سرمست برد من گفت که نمیم جمع برد نمیم که اول میشه، یعنی براستی برتن. گفت ما که استعداد دیدیم، ما او بچر دیدیم، این یادت باشه اول میشه. خب هر صورت چی شده برای ما هم که اول شد، برای ما یک تلگرام داده بود، برای برادرزادیم به وزارت تجارت کار میکرد، تلگرام داد که ما اول شدیم. تلگرام هم برای ما 20 روز بعد رسید، متاسفانه در زیر کاغذ ها که ما بود. ما خبر شدم یا برش یک کارت نوشته کردم که ما برای تبریک میگم و دو چیز از تو میخواهم. خب من دار جایزه بسیار گرفت، دوره دنیا یک کنسرت گرفت، جایزه نخت و دیپلم و مدال طلا و گفا. گفتم فقط یک چیز میخوام از پیشت که دو چیز، یکی فروتن باش، یکی وطن تو فراموش نکن. من میره یک کارت برش روان کردم و بسیار زیاد برش تبریک گفتم و اخبارا و رادیو و بیا. ما از چی خبر شدم؟ از اتحادیه هنرمندا گرفتم. یک نفر چیکی آمد گفت که ما در رادیو شنیدم که از امسال در کمپتیشن گیتار در پاریس از آسیا اول شده و هم از افغانستان. آمد گفت این خالد. من از اونجا خبر شد که برای من گفت واسه پسان نگفت شده که دادی و نرمندان بسیار لطف کردن و جشن گرفتن. یا و خالد جان حال خودش درس میده؟ حال فعلا گیتار درس میده به ژنو و دختر ما کنسرواتور موسیقی رو خلاص کرده و هم درس موسیقی میده. ما او رو نمیخواست موسیقی بخونه واقعتش، مگر همی کشش هست دیگه. به من چی گفتند؟ آدم اینجا اولاد آدم نمیتونه. من تو یک نظر دادم اولاد آدم در این ملک هرچی که میخوانه بانش که بخوانه، مقصد بخوانه. بله. بله. قدم او را تشویق شد. گفتم خب من قمی یک چیز دیگه. گفت نه باز فلوت یاد گرفته، فلوت مینوازه. امرای ما در گروه پال فلوت مینوازه و آواز میخوانه. بسیار حالا استاد قند، از شما در گذشته ها کمپوزای هم ما شنیدیم که برای هنرمندای بسیار مشهور، آوازخوانای بسیار مشهور ما مثل احمد ظاهر مرحوم، ساربان مرحوم کمپوزای ساختین. به طور مشخص گفته میتونین برای چه کمپوز ساختین، برای کیا ساختین؟ کمپوز خب زیاد ساختیم با چون خودمون خوانده بودیم، میگن تا چه خودمون میخوانیم. تا احمد ظاهر می آهنگ دست از طلب ندارم تا کام می بسیار خوش آمد. گفت امیر برام بده. گفتم خو هزار دفعه ما افتخارم میکنیم تو بخونی. برای ساربان هم شنیدم چون قوی زیبا بمیره تیره خواندم. بر جیلام یک آهنگ ساختیم، اگر امیال فراموش شده که کدام آهنگ بود، بسیار سالات پیر شده قدم پیر شده که فراموشی پیدا میشه برادر دیگه. اما دیگه شاگرده هم میخواستم شاگرده هم که تربیه کردیم داشت گیتار، یعنی نامایش نوشته کردیم که باید یادشان یاد کردم. تایر شو بس، صدیق شو بس، خالد است، قاسم یک بچه است، امیال فعلا به کابل است گیتار می نوازه، گروپ تشکیل کرده و یک شاگرد دیگه ما
و دیگه شاگرد چند تا بچه استاد بسیر ننگلی یک شاگرد ما سو گیتار است بود با آلمان است بچه استاد سرمست هم؟ بچه استاد سرمست شاگرد ما بود و استاد چی بود ترمپت خود تیوری کلشان درس دادیم کلشان شاگرد ما است از بچه که بسیار قابل است باید نام ببرم یکی فرید شیفته است بچه خود گلامد شیفته بله کلارنت نواز بسیار خوب است مگر متاسفانه فعلا ما که دیدیم که به روسیه است و در مسلک خود کار نمی کنه من نمی فهم که چرا تا حال رادیو که تزو کمک نکده که رو بخواه یا هنرمنده یا بسیار خوب نوازنده است و قابل است دیگه این شاگردای ما است باز شاگردای اقتداد نامش فراموشم شده است به سویدن هستن یکان تا نفر پیدا میشه اولوغبیک یک نفر شاگردم است در کابل است تعداد زیادش فراموشم شده راست بود زیاد یعنی هر کسی که در مکتب موسیقی بوده و گیتار یاد گرفته شاگرد من بودم یکی خلاص کوتاه بله و از کمپوزیتورهایی که در مدت‌های مختلف طولانی که شما تشریف داشتین در رادیو تلویزیون ما کمپوزیتورهای زیاد داشتیم از استاد سرمست گرفته تا نای نواز مرحوم تا کمپوزیتورهای میشه از شما این نظر بخوایم که کمپوزای کیا از این کمپوزیتورها بر خود شما بسیار جالب بوده ولی کمپوز من در این عقیده هستم که کمپوز کردن این دلیل به این نداره که اینمی آدم اکادمی موسیقی خانه بیتر کنه کمپوز کنه مثل کمپوز یک احساس است ولی نای نواز بهترین آهنگاره بر ساروان ساخته که من فکر میکنم که در سطح امی خود امی آسیا امیتر آنگاه کس همه قبا مقبولی نساخته مگر او خودش تحصیلات موسیقی خود نداشت امی اکوردیون هم اترکایی میداخت که دست چپ اکوردیون میداخت در حالی که دستی چی اکوردش این طرف است و یه بسیار امو قدر که شاهزاده بچه بود و رو ما سالها که تزو کار کردیم امی مثلا آنگاه ایر که نام ببرم که ساروان خوانده امی ای بهار شوق ای گل امید امی این غم بی ایا مرا باز رها نمی کند از من و ناله های من هیچ حیا نمی کند که ای دن وقتی که حالی نشر شد که یک دفعه کل کابل شور داد یا می دور از رخ سرای درد از خانه من خورشید من کجای سرد از خود بسیار آهنگای جاودان ساخته همچنان استاد سرمست همچنان استاد ننگلهی بسیار آهنگای استاد ننگلهی برای چی ساخته برای ساروان تقدیر من ای جانانه من آتش زده در کاشانه من در اون وقتش بسیار خوب فوق العاده بسیار آهنگا استاد ننگلهی برای ساروان ساخته و استاد سرمست برای ساروان دیشب که چونه نغمه نه پرستوی نه بخشیم که آبا امی چی باشید یک آهنگ بسیار مقبول است که ما مورا خوش دارم تصنیف شد دیشب همشب خمار بودم دیشب به خود سرمست دو چشم یار بله دیشب به خدا خمار بودم سرگرم دو چشم یار شعرش از یوسف کوزاد است و چیز استاد سرمست ساخته دیگه ایتور است که یک تعداد زیادش فراموشم شده و بر ما چند آهنگ ساخته استاد سرمست که تعدادش در کلمه است خب بله فراموشم شده بله. شما استاد تقریبا در بسیاری آهنگایی که جاودانه و مشهور است نواختین بله. با بسیاری آوازخانه از احمد ظاهر تا ساروان تا بسیاری آوازخانه مشهور دیگه کتکی خود بسیار راحت اسم میکردین کت کدام آواز خانه والا جمن کت امرای کل خانم دا برزی که ما قبلا موسیقی آهنگ تهیه شده بود ما وظیفه خود اجرا میکردیم به حسن صورت نغمه تثبیت میشه دیگه پایا خب یعنی یک خواننده خوب نوازنده تشویق میکنه که اگر بیسر باشه یا بیلای باشه زر مشکل تر است خب خواننده‌ای که با رادیو میخواند اکثرشان خواننده‌های بسیار خوب بودن خود در رادیو دو ارکستر یک ارکستر راول ارکستر دوم ما بودیم که سازای اکوردیون و ترومپت و ماندولین و گیتار برقی ها بود ارکستر اول این استاد مادمر بود یا که ارکستر محلی بود و اول بود دوم اکثرشان موقعتشان راحت خود احساس بودن خود اگران تا کمرهشان مزاق بودیم که آمد ظاهر بود خود ساروان بود زیادتر رفیق ما ساروان بود از این دوره ما ما هم یک جای کمرای سرمست یا موسیقی دیار شده حتی ساروان خدا مغفرت کنه عسکر بود بازی رو میخواستیم که ثبت کنه از ثبت صد و غنی میداد بازی پینجایش طولمیش رو خودم میداد یک در پشم کرای را میکرد چل رپا بر خودش میداد باز آنگش تهیه میکردیم اما امو آنگا جاودان است مگر من ایت نتانستم بفهم که امو آنگا آل است یا نیست امو آنگا کتمو امرای مورکستر
بله بله. یک کار بسیار ارزشمنده که در او شما هم بسیار نقش برجسته داشتین، هارمونیزه ساختن بسیاری آهنگای فولکلوریک و محلی ما بود. بله. از امو یک چیز بله. بگوین چه خاطرات دارین؟ آهنگای فولکلوریک جمع کردن استاد سرمست استاد بله. بنگلی بله. هر دوی زنا اینا هارمونیزه کردن. بله. یک آهنگ برمه هارمونیزه کردن که من افسوس او چیز کست است چون در تلویزیون وقت چی نبود هارمونیزه کردن پارچه را که البته کسی که نوت بفهمه که پارچه را هارمونیزه کنم و گروپ هم که می نوازه باید نوت موسیقی بفهمه هارمونیزه بله. بسازه تقریم یک افتاد اشتاد پارچه را چی کنن هارمونیزه کردن که فعلا به چی هست و در این پارچه ها شما در نواختن گیتار سم داشتید؟ بله 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 سم داشتید. استاد قند من بسیار از شما تشکر میکنم. سوالات زیاد است اما بسیار علاقه داره بیننده ما که یک چیز شما همینجا لایف بر ما هم بخونین. امکانش هست از شما خواهش بکنم؟ چی رو بکنم؟ شما مثلا آهنگای بسیار ماندگار به خاطر ماندنی دارین، از جمله مثلا نمی یادآوری کردین خود شما هم پیشتر دافزی خودمون بود که دست از طلب ندارم یه هیچ وقت یاد کسیم بله. یا مثلا شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد یا جوانیم بهار بود و بگذشت. این آهنگا کلش به خاطر ماندنی است. بین یک بار دیگه میره تازه بکنیم. من شما خواهش دست از طلب ندارم و مزاید بسیار به مقبولی خوانده اموره امورا من همی خواهیم که دیگه خواهی دو تای دیگه چی تو؟ اون دو را برزیم باخت شنیدم که چون کوی زیبا بمیرد و یا جوانیم میخوانیم جوانیم بهار بود بگذشته برتان میخوانیم شما یا هر چیز بین یک وقتتان زیاد نگیرم نی خواهش میکنم و هر چقدر که از شما بشنویم هم لذت بخش برای ما و هم برای بیننده عزیز ماست. امیدوار هستم که شما خسته نشده باشین از سوالای ما. تشکر. ما از شما بسیار تشکر میکنم استاد قند. احترامات ما را بر خالد جانم برسانین. تشکر. و لطفا یک کمک بکنین که دست ما به دامن خالد جانم برسه که یک روز اینجا میمانشان داشته باشیم یا خودشان جای بریم از زیگ ببینیم خالد که خالد مصاحبه مفصل داشته باشیم. لایف برتن لایف برتن گیتار بزنه اینجا گیتار خود اینجا کدام دفعه که برابر شه خدا شما رو صد پیسه بسازه کن کرایه راش حقاً همین کرای رایش هم میتونیم همیال زمانت بدیم نایی رکن امرایش گپ میزنم ممنون امرایش گپ میزنم تو با شالا جور میکنیم زنده باشین فیش هست گپ میکنیم زنده باشین شما افتخار همه ملت ما هستین. فقط یک خاطره شیرین یا تلخ هرچی خاطره دارین بر ما بگوین یه از اون سوالای جورنالیستی که چی نیست همو روتین و نرمال که داخل خاطره تانم بگوین ولی از شما میخواییم یک خاطره هم بشنوم و در آخر اگر لطف بکنین ما آماده میسازیم امرای مسیح جان یعقوبی همکار عزیز ما که خوب میتونه طبله هم بنوازه بله. همه دو پارچه که شما وعده کردین میره داخل سب میکنیم اما یک خاطره تانه پیش از ما میخواییم بشنوم خاطره یک خاطره خوب بر شما بگویم ما استاد سرمست استاد ننگلی استاد نوشاد استاد اسماعیل اعظمی ما یک گروپ بودیم بله. یکی از دوستای ما سالگریش بود قصه یک 35 سال یا 34 سال پیشتر است بله در این طرف شارارا کدام خانه بود بچیم رفیق ما سالگریش بچیش بودیم اونجا رفتیم ساز کردیم بعد از ساز خلاص شدیم اونجا خوب نه تاکسی بود و نه دیگه و کل ما هم سازا رو در پشت انداختن و استاد گفتیم بریم پیاده یک چرا آمدیم از اون خانه یک سگ هم برامد پشت ما